بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دانش آموزای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. خاطره شجاعی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیای صنف دهم با شما از آن همکار هستم. دانش آموزای عزیز، در جلسه گذشته ما روی موضوعاتی که بحث کردیم در مورد شعاع کولاند یا شعاع رابطه اشتراکی بود و همچنان طول رابطه اشتراکی را ما در جلسه گذشته خواندیم و یاد گرفتیم. در این جلسه یا در امروز روی موضوعاتی که ما بحث میکنیم در حقیقت روی روابط کیمیاوی هست، یا ما موضوعاتی روز گذشته ما را به شکل پیشرفته تر میخوانیم. امروز ما الکترونگاتیویتی و روابط اشتراکی قطبی و غیر قطبی را میخوانیم. در اول بگویم که الکترونگاتیویتی را ما قبلا هم یک موضوع جداگانه داشتیم، رویش خواندیم. امروز ما الکترونگاتیویتی و نقش الکترونگاتیویتی بالای روابط اشتراکی قطبی و غیر قطبی را مفهمیم که چی است. خب در اول الکترونگاتیویتی را ما بگویم که خود الکترونگاتیویتی چی است. الکترونگاتیویتی میل الکترون گیرندگی است، یعنی اتم هایی که عناصر علاقه دارن که الکترون را به طرف خود کش بکنن یا جذب بکنن، این را میگه الکترونگاتیویتی. و اون عنصری که این خاصیت داره و میتونه که الکترون را بالای خود نصب بکنه، او را به نام عنصر یا اتم الکترونگاتیو یاد میکنه و خصوصیتش به نام الکترونگاتیویتی. خب در صورتی که رابطه اشتراکی از عین اتم ها تشکیل شده باشد، در اون صورت است که شعاع یا ابر الکترونی به اطراف هر دو اتم به طور مسایانه پخش میشه و ما برش میگیم که این نوع رابطه رابطه اشتراکی ساده است. به طور مثال شما در قسمت ببینید هیدروژن است، هر دو اتم ما هیدروژن است اما رابطه اشتراکی داره. در صورتی که هر دوتاش هیدروژن است، پس گفته میتونیم که الکترونگاتیویتی هر دوتاش مساوی است و در اون صورت است که شعاع یا ابر الکترونی به طور متناظر در اطراف هر دو اتم قرار میگیره و در نتیجه رابطه که تشکیل میشه رابطه اشتراکی ساده است. ما به می خاطر یک مولکول از هیدروژن فرض مثال در نظر گرفتیم، هر دو اتم ما یکسان است. پس در این صورت وقتی که هر دو اتم ما یکسان باشد، کثافت ابر الکترونی به هر دو طرف یکسان می باشد، پس نوع رابطه که در این قسمت تشکیل می شه این ما می گفته می تانیم که رابطه اشتراکی ساده است. در ادامه، در صورتی که اتم های عناصر هم نوع نباشد، مختلف نوع باشد، یعنی اتم ها یکیش مثلا هیدروژن باشد، یکیش کلورین باشد یا برومین باشد، در این صورت چه قسم رابطه تشکیل میشه؟ در این صورت است که کثافت ابر الکترونی به طور متناظر پخش نمیشه در اطراف اتم ها، بلکه الکترون ها به اطراف یک اتم که الکترونگاتیویتی قوی داشته باشد جذب میشه، یا هر عنصر یا هر اتمی که الکترونگاتیویتی قوی داشته باشد یا الکترونگاتیو باشد میتونه که ابر الکترون ها رو زیادتر به طرف خود جذب بکنه، در نتیجه الکترون ها به مو طرف انحراف پیدا میکنه و این نوع رابطه ما رابطه اشتراکی ساده گفته نمیتونیم، این نوع رابطه رابطه اشتراکی قطبی است. دلیل از این است که به طرفی که کثافت ابر الکترونی بیشتر است، او قسمت قسمان چارج منفی را به خود میگیره و طرف مقابلش که کثافت ابر الکترونی کمتر داره، قسمان مثبت چارج میگیره و ما گفته میتونیم که اینا اشتراکی قطبی است. به طور مثال در این مولکول اگر ما ببینیم، میشه اگر ما هیدروژن در نظر بگیریم، این طرف هم کلورین، در این صورت رابطه اشتراکی هست، اما میبینیم که این دوتا باز همدیگر تفاوت داره، الکترونگاتیویتیش هم تفاوت داره. ابر الکترونی زیادتر به طرف کلورین است و به این لحاظ ما گفته میتونیم که اینجا رابطه اشتراکی قطبی تشکیل میشه. خب نظر به الکترونگاتیویتی است که ما میتونیم اینا رو از همدیگر تشخیص بکنیم. به طور مثال شما در قسمت خوب متوجه باشین، اینجا هیدروژن فلوراید در نظر گرفته که هیدروژن الکترونگاتیویتیش است 2.1 الکترون ولت و فلورین است 4 الکترون ولت. نظر به اگر ما تفاوت الکترونگاتیویتی از اینا رو بسنجیم، گفته میتونیم که نوع رابطه اشتراکیش قطبی است. خب دانش آموز عزیز، در صورت که رابطه اشتراکی قطبی باشد چه خصوصیت از خود نشان میده؟
در صورت که رابطه ما قطبی باشد، مرکز ثقل چارج های منفی الکترون ها با مرکز ثقل چارج های مثبت هسته در یک قسمت متمرکز نیست، یک هسته واحد نداره یا در یک جای منطبق نمی باشد. نظر به این ما گفته می تانیم که مالکول ما قطبی است و یک سرحد معین بین رابطه اشتراکی، رابطه قطبی و رابطه آینی دقیق به طور کامل و دقیق وجود نداره. بازم نظر به خاصیت الکترونگاتیویتی یا تفاوت الکترونگاتیویتی، ما میتونیم سرحد بین رابطه آینی، رابطه اشتراکی، اشتراکی قطبی و اشتراکی ساده را بسنجیم که ما را کار میکنیم که چه قسم ما میتونیم رابطه ها را از هم دیگر تفکیک بکنیم. خب دانش آموزان عزیز، به خاطر از این ما باید روی تخته کار بکنیم که چه قسم صورت میگیره. همیش وقتی که ما یک مالکول که دارای رابطه اشتراکی باشد به دشک باشیم که چی نوع رابطه هست، ما باید تفاوت الکترونگاتیویتی از اینا را از همدیگر تفریق بکنیم یا تغییرات الکترونگاتیویتی از اینا را ما بسنجیم. تغییرات الکترونگاتیویتی مساوی میشه با E n1 - E n2، یعنی تفاوت هر دو اتم از الکترونگاتیویتیش دریافت میکنیم، میبینیم که بین چند هست. خب در صورت که تفاوت الکترونگاتیویتی یعنی دلتا E n از 0 الی 0.5 باشد، ما چونین مالکول ها را گفته میتونیم که رابطه داره، رابطه اشتراکی ساده است. البته دانش آموز عزیز دقت بکنین که بعضی اوقات در قسمت همون 0.4 در نظر گرفتن، پس از 0 الی 0.4 یا 0.5 که باشد ما میگیم رابطه اشتراکی ساده است. پس این نوع رابطه رو ما میگیم اشتراکی ساده است. در صورتی که تفاوت الکترونگاتیویتی اتم های عناصر بین 0.5 الی 1 باشد، در این صورت ما گفته میتونیم که رابطه اشتراکی قطبی است. پس این نوع مالکول ها رو ما گفته میتونیم اشتراکی قطبی است. خب در صورت که تفاوت الکترونگاتیویتی بین دو اتم که یک رابطه را تشکیل میده از 1 الی 1.7 باشد، ما در این صورت میگیم این رابطه ما 50% قطبی است و یا 50% اشتراکی قطبی است و 50% آیونی است. یعنی در صورت که تفاوت الکترونگاتیویتی که ما میکشیم بین 1 الی 1.7 باشد، ما میگیم 50% آیونی است و 50% اشتراکی قطبی. در صورتی که تفاوت الکترونگاتیویتی ما مساوی باشد یا از 1.7 بزرگتر باشد، ما به چنین مالکول ها میگیم که نوع رابطه که بین آیون های از اونا قرار داره یا بین اتم های اونا قرار داره میگیم رابطه آیونی است. نظر بعضی ما یک دو مالکول کار میکنیم ببینیم که از چی نوع رابطه وجود داره. خب اگر ما هیدروژن فلوراید اینجا در نظر بگیریم، ببینیم که از کدام نوع رابطه در بین هیدروژن و فلورین وجود داره، یک قسم کار میکنیم. تفاوت الکترونگاتیویتی هیدروژن فلورین مساوی میشه با ایه یا الکترونگاتیویتی هیدرو فلورین چون بزرگتر است منفی الکترونگاتیویتی هیدروژن. تغییرات الکترونگاتیویتی هیدروژن فلوراید یا اتم های فلورین و هیدروژن مساوی میشه با تفاوت الکترونگاتیویتی خود عنصر فلورین چند است؟ ما روز قبلا خوانده بودیم، آفرین، 4 الکترون ولت است. و از هیدروژن چند است؟ پیشترم گفتیم، آفرین، 2.1 که الکترون ولت است. زمانی که ما تفاوت از این بسنجیم یا تغییرات الکترونگاتیویتی مالکول هیدروژن فلوراید ما بسنجیم، این مساوی میشه با چند؟ 1.9. پس در اینجا وقتی که ما دیدیم و سنجیدیم بین چند است؟ 1 الی 1.7 نیست، از 1.7 بالاست، پس ما گفته میتونیم که نوع رابطه امکان داره که آینی باشه. در صورت که ما مالکول هیدروژن در نظر بگیریم H2،
خب در این صورت که ما مولکول هیدروژن در نظر بگیریم، هیدروژن با هیدروژن رابطه داشته باشد، ما اگر تفاوت الکترونگاتیویتی مولکول هیدروژن در نظر بگیریم، چون هر دوتایش هیدروژن است، پس 2.1 منفی 2.1 میشه، این مساوی میشه به صفر. نظر به این ما گفته میتونیم که در مولکول هیدروژن چون تفاوت الکترونگاتیویتی صفر شده، پس ما میگیم رابطه اشتراکی ساده است. دانش آموزان عزیز، در بعضی اوقات اگر تفاوت الکترونگاتیویتی بین اتم های دو عنصر کمتر از 0.4 ام باشد، ما اونا را قطبی در نظر میگیریم. البته یک استثناء هست، خصوصا در مرکبات عضوی، رابطه بین کربن و هیدروژن. رابطه بین کربن و هیدروژن چون همش در مرکبات عضوی یا کیمیای عضوی شما خواندین که هیدروژن با کربن رابطه اشتراکی داره و هر کربن با 4 رابطه اشتراکی داشته باشد، نظر به این وقت که ما میبینیم در اینجا مرکبات عضوی که ما در زندگی روزمره خود ازش استفاده میکنیم، تفاوت الکترونگاتیویتی بین 0.4 یا 0.4 هم کمتر می باشه، پس ما در او صورت است که ما باید رابطه اونا را رابطه قطبی در نظر بگیریم، نه اشتراکی ساده. به طور مثال ما اینجا مرکب یا اولین مرکب عضوی الکان ها را در نظر می گیریم، می بینیم که چگونه است. در صورت که ما داشته باشیم میتانه کربن است با هیدروژن رابطه برقرار میکنه، خب این کربن 4 رابطه است، اما ما یک رابطه زیر فعلا در نظر میگیریم در این قسمت کربن با هیدروژن. در این صورت است ما باید در الکترونگاتیویتیش پایین تر از 0.4 میشه در صورت که ما محاسبه بکنیم، اما بازم ما میتونیم اینمی رابطه را رابطه قطبی در نظر بگیریم و چون اینا وارد تعاملات مختلف کیمیایی میشه و میتونه مرکبات مختلف کیمیایی دیگر تشکیل بده. و یا هم ما اگر الکل ها را در نظر بگیریم که در اینجا هیدروژن با کربن رابطه داره، این طرفش هم او اچ است، در این قسمت تفاوت الکترونگاتیویتی بین کربن و اکسیژن کم می باشه، اما بازم ما باید را قطبی در نظر بگیریم چون این مرکبات وقتی که وارد تعاملات میشه از قسمت چارج های مثبت و منفیش تفکیک میشه و باعث تشکیل مرکبات جدیدی دیگه میشه. خب دانش آموزان عزیز، موضوعات را که ما امروز در موردش بحث کردیم و خواندیم در مورد الکترونگاتیویتی و خاصیت رابطه قطبی و غیر قطبی بود. اول الکترونگاتیویتی را فهمیدیم که میل الکترون گیرندگی بود و بیشتر فلزات الکترونگاتیویتی ضعیفتر و غیر فلزات الکترونگاتیویتی قویتر داره. بر علاوه ای را فهمیدیم که بالای رابطه قطبی و غیر قطبی رابطه اشتراکی تاثیر داره و باعث خصوصیت مختلف در بین مرکبات میشه. ما میتونیم نظر به تفاوت الکترونگاتیویتی نوعیت رابطه یعنی اشتراکی ساده، اشتراکی قطبی یا هم رابطه آینی را بفهمیم. بر علاوه در صورتی که در مرکبات عضوی ما در نظر بگیریم، اگر تفاوت الکترون نگاتیویتی از 0.4 هم پایین تر بود، در بخش مرکبات عضوی ما را من حیث رابطه قطبی در نظر میگیریم. مرکبات عضوی مرکباتی است که در زندگی روزمره ما خیلی زیاد کاربرد داره، در بخش دواسازی، در بخش در صنعت رابر، در صنعت پلاستیک سازی، یعنی خلاصه در همه موارد زندگی ما مرکبات عضوی و نقش کیمیای عضوی خیلی زیاد است. دانش آموزان عزیز، در این قسمت یک کارخانگی ساده در نظر گرفتیم. شما فعالیت صفحه 77 ببینین، کار بکنین و انشالله که حل کرده میتونین، چون یک فعالیت ساده است. تا جلسه بعدی که دوباره با شما هستم، شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. خداوند حافظ و نگهدارتان.